اون هم بازی اون کنده نفر کسی نمیذاریم بکشن اینجا همه اون هستی پشتن به تو دیوار. سلام، من رضا سرلک هستم به همراه همکارم حسین خدایی‌فر. برنامه دیگری از سری برنامه‌های نبرد اعدام رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در برنامه این هفته در رابطه با سه موضوع صحبت می‌کنیم و با حسن صالحی هستیم. عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پاک کردن نقشی که داشته در جنایت سال 67 در گورستان خاوران و در مورد درگذشت فریده یاربان. با ما همراه باشید. خوش آمدید. قبل از اینکه با حسن صالحی بشیم یک خبری رو در رابطه با محکومیت دو تن از اعضایی که در کانال تلگرامی نقد خرافه و مذهب فعالیت داشتن به اعدام براتون میخونم. اخیرا شماری از شهروندان به دلیل راه اندازی کانال تلگرامی به اسم نقد خرافه و مذهب دستگیر و بازداشت شدند. دو تن از این شهروندان به نام های صدرالله فاضلی زاره و یوسف مهراد از سوی شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی حکم اعدام گرفتند. این حکم روز پنج شنبه 2 اردیبهشت در زندان عراق به آنان ابلاغ شد. در این رابطه مجموعاً 11 بازداشت شده بودند. کمیته بین‌المللی علیه اعدام بازداشت، اذیت و آزار و صدور احکام اعدام و زندان برای منتقدین مذهب را شدیداً محکوم می کند و خواهان لغو فوری حکم اعدام صدرالله فاضلی زاره و یوسف مهراد و پایان دادن به پرونده سازی برای منتقدین به مذهب است. نقد مذهب، اسلام و یا هر دین دیگری و نقد خرافه پرستی یکی از مبانی آزادی بیان در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا است. جمهوری اسلامی با تعقیب قضایی و صدور احکام زندان و اعدام برای منتقدین مذهب در واقع ترس خود را از رویگردانی مردم از دین و اسلام نشان می‌دهد. کفرگویی یک حق مسلم است. من سلام می‌کنم به حسن صالحی عزیز. حسن صالحی، خوش آمدید به این برنامه. خیلی هم ممنون، متشکرم. درود می‌فرستم به همه بینندگان این برنامه. خواهش می‌کنم. در مورد موضوع عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، همزمان با انتشار گزارش‌های بین‌المللی درباره افزایش تبعیض جنسیتی و نرخ بالای اعدام زنان در ایران، جمهوری اسلامی به عضویت کمیسیون مقام زن زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انتخاب شد. یک تشکل ناظر و سازمان ملل انتخاب ایران رو روز سیاه حقوق زنان و حقوق بشر خواند. در این مورد توضیح بدید برای ما حسن صالحی. بهرحال من فکر میکنم این جای تأسف داره و راستی شبیه یه جوک میمونه بیشتر، به این معنا که خب ما میدونیم رژیمی که یک آپارتاید جنسی تمام عیار رو علیه زنان ایران برقرار کرده، زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از بسیاری از حقوق خودشون محرومن، حق طلاق ندارن، حق مسافرت بدون اجازه مرد ندارن، نیمه مرد ارث میبرن، به استادیوم‌های ورزشی راه نمیتونن پیدا بکنن و هزار یک مورد دیگه و جداسازی میکنن در اتوبوس‌ها، در دانشگاه‌ها و رژیمی که نماینده به طور کامل زن ستیزه و 42 هست که حقوق زنان رو به طور سیستماتیک پایمال کرده، حالا بیاد تو کمیسیونی قرار عضو بشه، عضو شده که قرار شرایط رو برای برقراری برابری جنسیتی مثلا بهتر بکنه تو عرصه بین‌المللی و اینا. البته ناگفته نمونه که در سال 2010 هم جمهوری اسلامی به مدتی 4 عضویت این کمیسیون در اومد که همون موقع مثل اعتراضاتی بود، ولی الان که بخصوص که جمهوری اسلامی با اعتراضات وسیع مردم هم
روبرو و حالا و تو این مبارزات از غذا زنای نقش مهمی دارن، این یک دهنکجی به نظر من آشکار به زنان ایران، به مردم ایران، یک توهین، یک افتضاح، یک رسوایی بزرگ سیاسی و طبعا باید سازمان ملل رو تحت فشار گذاشت که شما چگونه به چنین رژیمی اجازه میدید که بیاد عضو همچی کمیسیونی بشه و اونهایی کشورهایی که رأی دادن که در میون اونها 4 کشور اروپایی هم گفته میشه هست، باز معلوم بشه که بالاخره تحت فشار قرار بگیرن و جوابگو باشن. ببینید مثل اینه که مثالهای خوبی زده شده که به یک رژیم مدافع آپارتاید نژادی مثلا بگیم بیاد در مورد برابری حرف بزنه، در کمیسیون برابری داشته باشه. خب کسی که حکومتی که آپارتاید نژادی رو برقرار میکنه چطوری میتونه در مورد برابری صحبت کنه؟ یا آتش نشان کسی که آتش افروزه چطوری آتش افروز هست؟ آره برابر آتش رو خاموش بکنه در واقع. و این مصداق اینه، اینم مصداق همین هستش. و به نظر من الان خوبیش اینه که خیلی ها اعتراض کردن، خوشبختانه کمپین بایکوت جهانی جمهوری اسلامی نامه نوشته به دبیر کل سازمان ملل و اعتراض کرده و نکات بسیار خوبی رو گفته که خود ما کمیته بین المللی علیه اعدام از این اقدام حمایت میکنه و فعالیت های خوبی هم در جریان. روز یک روزنامه در آلمان مصاحبه ای با 3 فعال مدافع حقوق زن، روزنامه بیلد بوده، بله روزنامه بیلد، که اونجا هم این دوستان اعتراض کرده بودن و همین حقیقت رو، همین تناقض رو بازگو کرده بودن که این یک رژیم زن ستیز چطور میتونه بیاد در یک کمیسیونی باشه که قرار برابری جنسیتی رو تقویت بکنه. بنابراین همین الانش هم به نظرم باید در کشورهای اروپایی، در خارج کشور ما فعالیت‌های وسیع رو دامن بذاریم که منجر بشه که لغو عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون بشه و اینا به یک معذرت خواهی به زنان ایران، به مردم ایران بدهکارن و این همه چاپلوسی از رژیمی که مورد نفرت مردم ایران هست و به خصوص زنان ایران هست به هیچ وجه قابل قبول نیست. کمیته بین المللی علیه اعدام این اقدام رو قویا محکوم میکنه و از همه تلاش هایی که برای لغو عضویت جمهوری اسلامی در این راه صورت میگیره حمایت و پشتیبانی میکنه. بله همونطور که گفتید نکته مهمی رو هم که اشاره کردید، جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، مطمئنن یک همچین انتخابی باید با اعتراض جدی تشکل‌های مختلف و نهادهای مختلفی که مبارزه می‌کنند برای دستیابی به حقوق برابر برای زنان در داخل ایران هم این اعتراض صورت بگیره و اعتراض‌ها رو داشته باشه. من نکته اضافه بکنم، حالا که شما این نکته رو گفتید، ببینید بحث ما اینه که خب فقط این نیست که لغو عضویت بشه، یعنی این از این مسئله کنسل بشه، بحث ما اینه که اصلا جمهوری اسلامی نباید هیچ به عنوان نماینده مردم ظاهر بشه در مجامع بین المللی. این حقیقته که ما روش انگوش میذاریم و بنابراین خانه بایکوتشیم، خانه اخراج جمهوری اسلامی از مجامع بین المللی هستیم، از کمیسیون، حالا کمیسیون مقام زن در سازمان ملل گرفته، سازمان جهانی کار که الان روز جهانی کارگر ما نزدیک میشیم و همینطور همه این نهادهای دیگه و کلن قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک با این رژیم به عنوان یک رژیمی که جنایت کرده علیه بشریت و یکی از وحشیترین رژیم‌ها در سطح دنیا هست. بله بدون شک این یک دهنکجی هستش به اعتراضات مردمی که داخل ایران هستن و بلخص زنان به نوعی خاک پاشیدن به چشم کسانی هستش که دارن اعتراض میکنن و صدای خودشون رو هرچه رساتر میخوان برسونن. ممنون حسن صالحی. درباره فشارهای تازه‌ای که بر جامعه بهایی داخل ایران اومده و اگر اصل خبر رو من بخوام بخونم، فشاری که اومدن که
امواتشون رو در محلی دفن میکنن در گورستان خاوران که محل دفن دست جمعی دگراندیشان و زندانیان سیاسی دهه 60 بوده، بالاخص فعالین چپ در اون دوران. مسئولین سازمان بهشت زهرا با جلوگیری از دفن درگذشتگان بهایی در آرامستان مخصوص خود بخشی از گورستان خاوران را به جامعه بهاییان پیشنهاد دادند که مدفن دست جمعی دگراندیشان و زندانیان سیاسی در نشست است. مسئولیت تشریفات قانونی و نظارت مربوط به کفن و دفن و حمل پیکر شهروندان بهایی درگذشته در تهران با سازمان بهشت زهرا است. حسن صالحی، هدف از این برخورد رو چه چیز ارزیابی میکنید؟ به نوعی به گفته شده که جمهوری اسلامی در صدد هستش که با این برخورد و با این رویه به نوعی به پاک کنه از خاطره مردم ایران جنایتی که در دهه 60 انجام داده. دقیقا همینطوری که شما میگه، این اقدام در جهت پاک کردن سند جنایت جمهوری اسلامی و در این حال بی‌حرمتی به کسایی که اونجا حالا به طرز گروه دست جمعی تا دفن شدن، بی نام نشان دفن شدن، و اولین بار هم نیست راستش در جمهوری اسلامی در طول حیاتش و بعد از انجام این جنایت ها پیدایش مثل گورستان خاوران سعی کرد که مثلا خوب یک محل تجمع خانواده ها و بستگان این عزیزانی بود که اونجا دفن شدن و اینها هر ماه یه بار حداقل جمعه آخر هر ماه فکر میکنم میرفتن و میرن تا اونجایی که اجازه بده جمهوری اسلامی سر میزدن بازدید میکردن، محل تجمع بود و این به یه میادگاهی تبدیل شده بود که اونجا مردم جمع میشدن، اولا این جنایت رو فراموش نمیکردن و در این حال اعتراض خودشون رو نشون میدادن به عملکرد جنایتبار جمهوری اسلامی. خب موفق بخشا شاید یه کارهایی کردن ولی موفق نشدن تمام این کار انجام بدن. الان گفتن که خب باهایان، جامعه باهایان میتونن مردگان خودشون اونجا دفن بکنن و اخیرا هم بالاخره که دو نفر اونجا به هر حال دفن کردن. به اونا گفتن که ما ظاهرا تخلیه کردیم اینجا رو، این محوطه رو از گروه های دست جمعی که بوده و اینها محوطه کردن، ادعا رو داشتن. خب خوشبختانه جامعه باهایان نسبت به این مثلا واکنش نشون داده و گفته حاضر نیستن این کار رو بکنن و خب تحت فشارشون گذاشتن طبعا اونا. خانواده این با واکنش وسیعی روبرو شده و خانواده ها الان یکی دو تا بیانیه، چندین تا بیانیه دادن، یکی فرزندان به اصطلاح کسایی که قربانیان جمهوری اسلامی و کشتارهای جمهوری اسلامی در دهه 60 بودن و اونها این عمل رو شدیداً محکوم کردن و نامه نوشتن، و همینطور خانواده هایی که مال نسل تازه ترن، یعنی بچه هاشون، عزیزانشون در فرض کنن اعتراضات چند سال اخیر از 96، 98 و یا سالهای پیش مثلا اعدام شدن، دو سه نسل رو به هم دیگه جمهوری اسلامی عملا باف، اونا اومدن و اینا رو جمهوری اسلامی با یه اقدامش یه همبستگی بین این خانواده به وجود آورد که علیه این لاپوش، یعنی اصلاح پوشاندن سند جنایت جمهوری اسلامی مشترکاً اعتراض بکنن. در تهران هم جمعی از خانواده ها به شهرداری تهران مراجعه کردن و اونجا با ارائه یک بیانیه خواهان این بودن جلوی ام گرفته بشه. در صورت این اقدام رو ما طبعا مثل کمیته بین المللی علیه اعدام مقابلش هستیم، اخبار اعتراضات رو منعکس میکنیم و همراهی میکنیم همه این خانواده ها رو، عزیزانی که کسی در اون گورستان خاوران دفن شده، و نمیذاریم و نباید اجازه بدیم که جمهوری اسلامی دست به چنین اقدام بزنه و کار بزنه. بله، در ادامه صحبتاتون، جمهوری اسلامی پاک کردن این سند جنایت رو با خودش به گور خواهد بود. دقیقا همینطور. خواهش میکنم، مرسی که این تایید رو ما داشتیم. به هر حال خیلی مخصوصا این اواخر
زوایای پنهان زیاد داره آشکار میشه. حمید نوری هستش و موارد دیگه. خب فریده آرمان عزیز رو از دست ما دادیم و از کنار ما رفت. فریده مبارزه علیه اعدام بود که تا آخرین لحظه زندگیش برای برقراری یک جامعه انسانی به دور از شکنجه، ترور و اعدام مبارزه کرد. حسن سالایی بفرمایید. ببینید، فریده آرمان در شهری که من زندگی می کنم زندگی می کرد. یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز و نزدیک من بود. ایشون 8 سال و نیم درگیر مبارزه با سرطان بود و علی رغم اینکه 8 سال و نیم دچار سرطان شده بود، ولی تا لحظات آخر، نه ولی ماهای آخر هم، حتی اونجایی که میتونست دست از مبارزه بر نداشت، با روحی تمام به مبارزه خودش ادامه داد. فریده آرمان یک فعال و مبارز سیاسی چپ و کمونیست بود و که زندگی، عمر بیشتر زندگیش رو صرف خدمت به انسانیت و بهبود شرایط انسانها کرد و با عشق و با علاقه، و خودش یه طوری نماینده و مظهر انسانیت بود. تو رفتارش، تو مهربانیهاش، تو عطوفتش، تو توجهی که به دیگران میکرد. در سوئد ایشون زندگی میکرد و در سالهای حدود 15 سال فعالیت‌های آخر عمرش رو معطوف بود به زنانی که و کودکانی که در روابط خانوادگی در معرض خشونت قرار گرفتن و پشت پناهی برای اونها بود، به طوری که وقتی که ایشون فوت کرد و مقامات شهری که من زندگی می کنم کار به دستانش گفتن که این یک فقدان بزرگ برای شهر مالموز و برای کشور سوئده که همچی زن این رو که خدماتی بسیار زیادی رو برای آسایش رفاه زنانی که در معرض خشونت قرار گرفتن هست و ارائه میداد، امکاناتی رو فراهم می کرد که اینها بتونن از زندگی لذت ببرن فارغ از اون خشونت هایی که در معرضش بودن، اوقات خوب و خوشی رو داشته باشن. اردو سازمان میداد، به گردشگاه و تفریحگاه می برد اینا رو و فعالیت های متنوعی رو برای اینها می داشت و ده ها سمینار اکسیون رو اینها برگزار کرد. ولی تا اونجا که به اعدام برمیگرده، فریده آرمان یکی از مخالفین سرسخت اعدام بود. میدونید همسر خودش رو، یکی از شریکان زندگیش رو در سال 62 اعدام کردن، اولین عشقش رو در واقع همسرش رو اعدام کرد جمهوری اسلامی، و یکی دیگه شو چند سال بعد، غلام کشاورز بود، ایشون رو در قبرت جلوی چشم خود اون و خانوادهش متاسفانه ترور کردن و به قتل رسوندن. به این معنا فریده آرمان همیشه مخالف اعدام بود و نه فقط مخالف اعدام بود که صدای رسای دادخواهی همه خانواده هایی بود که عزیزی از اونها توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. من به خاطر نمیارم که ما تظاهرات متعددی در شهر مالمو داشتیم، همایش ها، برنامه های متعددی داشتیم. فریده آرمان در هر تظاهراتی که میشد به این اعدام ها، کشت و کشتار ها اشاره میکرد و تأکید داشت که اونهایی که کشته شدن خواهرها و برادرای ما، فرزندان ما بودن و جمهوری اسلامی رو باید به پای میز محاکمه کشون. فریده آرمان صدای رسای جنبش دادخواهی بود و یک انسان بسیار شریف و صمیمی که حقیقتا زندگیش زیبا بود و منبع الهام برای همه ما در تداوم مبارزه برای پیافکندن یک دنیای بهتره. بله، در مورد فریده آرمان بسیار میشود نوشت و گفت. این فعال و فعال مبارز دوست داشتنی که هنوز هم در پیش ماست، به هر حال فعالیت‌هاش، کارهایی که انجام داده و خاطراتش. در مورد صحبت‌هایی هم که گفتید، اتفاقا توی آرشیو یکی از حضورهای پرشور فریده آرمان، سخنرانی پرشوری که داشتن و مراسم گرامی داشته
جانباختگان اعتراض آبان ماه 5 دی ماه 26 دسامبر بود در مالمو. این رو در آرشیو داریم که برای بینندگان پخش خواهیم کرد. ممنونم از شما حسن صالحی عزیز که با ما همراه بودید در این برنامه. سپاسگزارم. خواهش میکنم. قبل از اینکه این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم، یک بخشی از متنی که مینا حدی در مورد فریده آرمان نوشتن رو قرائت میکنم و بعد از این فیلم رو این ویدیو رو مشاهده میکنم. خطاب به نسل جوان در ایران، فریده آرمان نماینده لایق نسل شکست نخوردگان بود. فریده آرمان عاشق زندگی بود. این هم یکی از ویژگی‌های او بود. لذت بردن از هر لحظه و هر زیبایی طبیعت و جامعه. در مورد فریده بسیار بیش از اینها میتوان نوشت. نکته ای که میخواهم روی آن تاکید کنم این است که او یک نمونه از نسل ماست. هزاران و هزاران نفر از ما در ایران و در دنیا پراکنده هستیم. نسلی که سر به آسمان میزد و از بد روزگار در ایران تحت حاکمیت فاشیست ها بیشترین لطمات را خورد و مهم این بود که کوتاه نیامد. فریده نماینده لایق نسل ما بود. این نسل را بشناسید و سانسور این نسل را در رسانه ها دور بزنید و در مورد این نسل، نسل خاوران، نسل انقلابی های سرنگونی طلب، نسل کمونیست هایی که کوتاه نیامدند، نسل زنان معترض و آزادی خواه، نسل جنگجویان برای دنیای بهتر، از این نسل بنویسید و با اینها بیش از پیش آشنا شوید. فریده و زندگیش را برای دیگران تعریف کنید. نمونه ای از نسل شکست نخوردگان. امروز می خواهیم ادای احترام کنیم به فریده آرمان و هم نسل های خودمان که در دنیا و در ایران هستند و با وجود این همه فداکاری و از جان گذشتگی ادای احترام واقعی به اینها نمی شود. باشد که با سرنگون کردن حکومت اسلامی همه مردم ایران و نسل جوان در ایران و در دنیا ببیند و بداند که هم نسلان شکست ناپذیر ما چه ها کردند. ویدیو رو با هم مشاهده کنیم و تا برنامه بعد آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. روز روزگار خوش. من اینجا فارسی حرف میزنم از شهر مالمو و از طرف تعداد زیادی ایرانیایی که اینجا جمع شدن که همراهی کنن با مادران داغدار، با پدران داغدار، با همسران و فرزندان داغدار مادر ایران. اونها فرزندان فقط اون پدر مادرها نبودن، اونها فرزندان ما هستن، فرزندان مردم ایران، فرزندان ما که آزادی میخواستن، برابری میخواستن و یک جامعه آزاد و برابر و رفاه میخواستن. اونا کسانی بودن که جنگیدن برای آزادی و جونشون رو دست دادن، ولی این 1500 نفری که در آبان ماه جونشون رو دست دادن فقط این تعداد نیستن که مردن. جمهوری اسلامی در به اندازه تمام روزهایی که تو قدرت بوده کشتار کرده، شکنجه کرده، زندان کرده، به زنا توهین کرده، حق و حقوق مردم رو گرفته، فقر و فلاکت رو مردم تحمیل کرده. این رژیم تمام مدتی که تو حکومت بوده فقط بدبختی برای مردم آورده، هیچی به جز بدبختی مردم نکشیدن. همه ما که اینجا وایستادیم عزیزانی رو دست دادیم، دوستانی رو تو زندان ها تو شکنجه شدن که میشتاختیم. مادر پویا بختیاری و پدر پویا بختیاری وقتی از پسرشون حرف میزنن که سرشو به گلوله بستن، من یاد همسرم میفتم که 30 سال پیش تروریست های جمهوری اسلامی سرشو به گلوله بستن. یاد عزیزانی میفتم که سال 60 کشته شدن، عزیزانی که تو زندان ها سال 63 اعدام شدن، 5000 نفر زندانی سیاسی سال 67 اعدام شدن، ترور شدن در قبرستان هایی در اطراف شهرها بدون هویت به خاک سپرده شدن در قبرهای دست جمعی. این جمهوری، جمهوری مرگ و شکنجه است، جمهوری فقر و بدبختیه و ما هیچی نمیخواییم. دادخواهی ما مردم فقط رفتن این رژیمه. دادخواهی ما مردم و
فقط سرنگونی خامنه ای و کل این رژیمه. زنده باد جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. من میخوام بگم که ما درد مشترکیم، من رو فریاد بزن، ما درد مشترکیم، همه دست به دست هم دیگه میدیم تا شما جانیان رو سرنگون بکنیم.